ارتباط مغز با بیماری های گوارشی چیه که میگن عصبیه، مخصوصا مثلا معده دردها یا اینطوری؟ ببینید، مغز مدیر کل تمام بدن من جمله گوارش هستش. حتی در دستگاه گوارش مقدار زیادی سروتونین هستش. البته نوع گیرندش فرق داره با سروتونین خون. و مغز تمام کارهای همه بدن و حتی استخونا رو در دراز مدت مدیریتشون و طرز کارشون و فعالیتشون رو به عهده داره. و فکر کنید یه نفر که تحت تنش هستش، این میتونه همون کورتونی که قبلا گفتم در بدن ترشح میشه، کورتونی یک ماده ضد التهابی هستش و میتونه قطعات درست مثل کسانی که کورتون میخورن یا این داروهای ضد التهابی رو میخورن، میتونه قشای معده‌شون رو آسیب برسونه و باعث زخم معده شه. قبلا تمام مریضایی که وارد بیمارستان میشن و بیماری‌های شدیدی دارن که آسیب کلی دارن، بهشون ضد اسید میدن که این شوکه باعث نشه که خونریزی معده پیدا کنن، یعنی شوکه مغزیشون باعث نشه که زخم معده پیدا کنن. به طور روتین همه رو میذارن روی ضد اسیدی که معده‌شون رو حفظ کنن در مقابل این